چی میشد که هر دم توی قلب آدم غم این و اون نبود چه فکری هستی مریم؟ چرا یه دفعه ساکت شدی؟ چیزی نیست، به فکر روزهای آینده افتادم. روزهای آینده مثل چراغ جلوی چشم ما روشنه. آخه من همیشه از یه چیزی رنج میبرم، از چیزی که ممکنه یه روز نور این چراغ رو در دل ما خاموش کنه. به تو قول میدم جز خدا هیچ کس و هیچ چیز نتونه چراغ سعادت ما رو خاموش کنه. بذار اون ترسی رو که منو به دلهوره میندازه برات بگم. میدونی تو پسر یه میلیونر هستی و تو ناز و نعمت بزرگ شدی، اما من، تو بهتر میدونی من کی هستم، دختر یه دایه فقیر که تو خونه شما بزرگ شده. مریم نمیخواد بگی مادر تو تا وقتی که زنده بود مورد احترام و علاقه من بود. منو از کوچکی تو دامن خودش بزرگ کرد. هیچ وقت نوازشای اونو فراموش نمی کنم. به همین دلیله که فکر می کنم این محبت تو به من به خاطر علاقه یه که به مادرم داشتی. نه مریم، من و تو از کوچکی با هم بزرگ شدیم. رنگ زندگی هیچ وقت بین من و تو کمترین اختلافی به وجود نیاورده. مدتی حس می کنم آقا و خانم دیگه اون محبت سابق و نسبت به من ندارن. شایدم از علاقه که من و تو نسبت به هم داریم ناراحته. نه نه، تو اشتباه میکنی مریم. اونا موضوع رو به خوبی میدونن و خیلی هم تو رو دوست دارن. اصلا چرا راجع به یک مسئله واهی فکر میکنی؟ بی خود فکرتو با این چیزا مشغول نکن. مثل که میخواست یه جایی بگیره. آره، اتفاقا سر رامونه. یه چیز سفارش دادم باید بگیرم. ها خیلی خوب، خیلی خوب، فهمیدم. حتما مربوط به منه. ها فعلا خدافظ عزیزم. خدافظ. یواش برو. بلند شو تماشا کن، با پولایی که تو این خونه از دل دزدی جمع کرده یه قاب عکس خریده و عکس بهزاد جونشو گذاشته توش. خجالت نمیکشه، نمیدونه که باید پاشو به اندازه گلیمش دراز کنه. منم از دستش خسته شدم، با هیچ زبونی نتونستم به این دختره حالی کنم که موقعیت خانوادگی ما رو در نظر بگیره. دختره اینقدر وقیحه که با زبون خوش نمیشه باهاش حرف زد. حالا دیگه من میدونم چیکار کنم. مریم، مریم، بیا اینجا، کارت دارم. فوراً از این خونه برو بیرون تا با رسوایی بیرونت نکردن. من که کاری به کار کسی ندارم. تو من یه کاری به کار کسی نداشتنم فهمیدین؟ دختره بی حیا زیر پای پسره نشسته و اونو از کار زندگی انداخته، تازه یه چیزی هم طلبکاره. اصلاً ما به کلفت احتیاج نداریم. دیگه از جونمون چی میخوای؟ برو گم شو. خواهش میکنم اینقدر داد نزنی. من میرم. ولی یادتون باشه مادر بیچاره من یه عمر تو این خونه جون کند و زحمت کشید، دوتا پسر برای شما بزرگ کرد. خب بزرگ کرد که کرد، وظیفه‌شو انجام داد، اون کلفت ما بود. خانم بی انصافی نکنید، مادر بیچاره من تو این خونه کلفت نبود. خود شما همیشه میگفتین برای بهزاد خان و سهراب خان از من که مادرشون هستم بیشتر زحمت کشیده. البته منم خودمو مدیون شما میدونم، شما هم در حق من مادری کردین، ولی حالا نمیدونم چرا اینطور میکنین. آخه من که گناهی نکردم. چه گناهی از این بالاتر که خودتو چسبوندی به پسر من؟ اونو با وسوسه های شیطونی خودت از کار و زندگی کنداختی.
گوشاتو باز کن ببین چی بهت میگم. برای ما امکان نداره بیشتر از این تو رو تو این خونه نگه داریم. قبل از اینکه با هردگیای خودت آبروی خونواده ما رو به باد بدی، از اینجا برو بیرون. برو بیرون. بسیار خوب، فریاد نزن، من از این خونه میرم. میرم تا آبروی شما حفظ بشه. با بهزاد حرفی نزنیم. چشم زن، ما به کلپت احتیاج نداریم. جهجونمون چی میخواد؟ برو گم شو. چه گناهی از این بالاتر که خودتو چسبوندی به پسر من؟ مادر تو کلپت ما بود. مادر تو کلپت ما بود. بفرمایید. منزل آقای شکوه الملک؟ بله، چه فرمایش دارین؟ بهزاد خان هستم. بهزاد خان تلفن. متشکرم. بله، بهزاد خان، خودتون هستین؟ خواهش میکنم بفرمایید. از بیمارستان کیان تلفن میکنم. من دکتر حجت هستم. یکی از بستگان شما به اسم مریم با اتومبیل تصادف کرده، آوردنش اینجا. چی؟ مریم تصادف کرده؟ نگران نباشین، حالش بد نیست. الان میام اونجا. مریم تصادف کرده، من میرم بیمارستان کیان. بیچاره مریم. تو خیابون چیکار میکردی؟ اومده بودم بیرون یه چیزی بخرم، حواسم پرت شد، تصادف کردم. راننده ای بیچاره گناهی نداره. سلام. بگو آزادش کنن، من حالم خوبه. سلام. سلام. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ هیچی، به خیر گذشت. چیزی نیست، حالش خوبه. خدا رو شکر. آقای دکتر، تا کی باید اینجا بمونه؟ انشالله تا یکی دو هفته دیگه خوب میشه و میاد خونه. متشکرم. چی شده؟ ما یه بچه گرگ تو خونمون بزرگ کردیم. دختره به هیچ وجه حاضر نیست دست از سر بهزاد برداره. من که دیگه مستحصل شدم. خودتو ناراحت نکن، اونا به این سادگی از هم جدا نمیشن. هرچی به هم نزدیکتر بشن جدا کردنشون مشکلتره. نمیدونم چی کار کنم. من فکرشو کردم، نقشه جالبی کشیدم. اگه این نقشه خوب انجام ده. خدا نگهدار. مرتب نامه بنویس. چشم مادر جون. امر دیگه ای ندارید؟ نه پسرم. سعی کن هرچه زودتر به کارهای شرکتمون در اونجا سر و سامانی بدی. یا آدم مطمئنم سر کارها. سعی میکنم. خدافز پدر. سلام. خب برادر جون. بله. امیدوارم بهت خوش بگذره. سلام منو به دختره پاریسی برسون. جای منم خالی کن. حتما. خدافز مریم. به سلامت. به سلامت. خواهش میکنم گریه نکن. این جدایی برای منم خیلی سخته. قول میدم خیلی زود برگردم. گرچه برام مشکلی که تو دور از من باشی، ولی به خاطر لحظات خوش آینده سعی میکنم تحمل کنم. مرتب برات نامه مینویسم، ولی چون در یک جا نمیمونم فکر نمیکنم بتونی جواب بدی. بهزاد جان دیرت میشه، برو. چشم مادر.
خیلی دوست دارم. حالا لبخند بزن تا بتونم برم. بسلام. خدافظ. پیانو میزنه خب مثل آدم زنگ بشن بازم از خارجه بوی عشق میده بده من تو چه دماغتو میچینم بده به من بیا متشکرم میخوام ببینم تقلبی نباشی کی بود بابا علی نامه بهزاد خانه بفرمین خانم بازم ماریا کلا خوردم بیار ببینم چشم چرا در قفل کردی زهرا خان میخوام یه خورده با تو حرف بزنم کارت دارم خواهش میکنم در رو باز کنی حیوانه کنم سهراب خان من نامزد برادرتون هستم رسوایی من رسوایی برادرتونه خواهش میکنم در رو باز کنی در غیر این صورت مجبورم داد بزنم و کمک بخوام تو رو خود در رو باز کنی ها چقدر دلت میخواد داد بزن بابا مامان که خونه نیستم بابا علی هم اون ورباق تو اتاق خودشه اونم صدای تو رو نمیشنفه تازه بشنفه چه غلطی میتونه بکنه سهراب خان قول میدم در این مورد با هیچ کس حرف نزنم شما رو به خدا شما رو به جون بهزاد قسم میدم در رو باز کن با هر کسی دلت بخواد میتونی حرف بزنی بیا جلو نظر تو رو خدا بلم کنی خواهش میکنم سهراب خان بلم کنی تو رو خدا بلم کنی Oh,
آخه چی شده؟ کجا میخوای بری؟ نمیدونی چی شده؟ نمیدونی چه حالایی به سرم اومده؟ چرا؟ چرا؟ میدونم. حالا چی کار میخوای بکنی؟ اقلن بمون تا آقا و خانوم بیان، شاید یه فکری برات بکنم. نه بابا، دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم. بذار برم دنبال سرنوشت سیاه خودم. آقا و خانم وقتی جریان رسوایی من به گوششون برسی خوشحال میشن، خوشحال میشن که من با پای خودم از این خونه رفتم. ولی بهزاد خان چی؟ بهزاد گریه نکن به این زادم که منو فراموش کردی، دیگه چه امیدی دارم؟ چه میشه کرد؟ با روزگار که نمیشه جنگی. میدونم بابا علی. حالا کجا میخوای بری؟ والا خودمم نمیدونم، من که جایی رو ندارم. برام ازت خداحافظی میکنم بابا علی. خوشگله. شب تو خیابون چیکار میکنی؟ نمیدونم. خونتون کجاست؟ نمیدونم. بفرمایین بریم کلانتری. برای چی کلانتری؟ بفرمایین اونجا معلوم میشه. آخه من بفرمایین خانم، بفرمایین. را بیافت. بشین. دیگه بسکه چه ریختیه. ای بابا به ما چه؟ من الان فقط به فکر بچه‌م هستم که شیر نداره. تو هم که همشه به فکر بچه‌تی.
خب میگفتی تو رو دیگه چرا گرفتن؟ هیچی، تو کافه سر یه میز نشسته بودم داشتم فیش میخوردم که ناقافلی ریختن و ما رو گرفتن. حالا باید هرچی سر مردک و شیر مالیدم جریمه بدم. ملی این دختره رو نگاه کن، داره گریه میکنه. آره بس ببینم چشه. فضول محله بلند شد. ببینم دختر جون، تو رو واسه چی گرفتم؟ حتما تو خیابون دنبال... دنبال چی؟ خب معلومه، دنبال زندگی. من و تو دنبال چی باید بگردی؟ من نمیدونم منظورتون چی. ببینم ادو خیطالا کتاب دعات همه راته. خطشو ببینم. خطت خف. اسمت چیه؟ مریم. چرا آوردنت اینجا؟ نمیدونم، نمیدونم. آخه نصف شبی تو خیابونا چی کار میکردی؟ نمیدونم. چه دل خوشی داره، خیال میکنه با دختر مرسه طرفه. دهنتو ببند، همه رو به چشم خودت نگاه نکن. اینو باشه، به همه میپره. ببینم دختر جون، خونه و زندگی نداری؟ نه، ندارم. پدری، مادری، برادری، کسی رو که بهش خبر بدی بیاد دنبالت. نه، من دیگه هیچ کس رو تو این دنیا ندارم، هیچ کس. آچه، اینم مثل ما بی کس کاره. بی کس و کار خودتی، من کس و کار دارم. پس شاطر عباس کیه؟ شاطر عباس یه دقیقه نمیتونین آروم باشین؟ ببینم دختر جون، من حرفای تو رو باور میکنم. قیافت نشون میده که باید دختر نجیب و پاکی باشی. اگه دلت بخواد وقتی از اینجا رفتیم بیرون من یه کاری واسه جور میکنم. آخه ساب کافه من یه زنه، یه زن مهربون و خوب که درد من و تو رو خوب میتونه بفهمه. چرا همون دیشب وقتی ما اومدیم منزل اطلاع ندادی که یه همچین اتفاقی افتاده؟ وقتی تشریف آوردین حالتون عادی نبود، فکر کردم صبح بگم یه خوده بهتر باشه. حالا کدوم گورستونی رفته؟ والله نگفت کجا میخواد بره. حدود نصف شب بود، منم دستم به جایی بند نبود، هر کاری کردم نره نشد. فقط قاب عکس بهزاد خانو با خودش بود. بسیار خوب، میتونی به کارت برسی. خسته نباشی. متشکرم ملی جون. خانم من فرستاده که ببینم بالاخره فکراتو کردی یا نه. آخه تا کی میخوای تو آشپزخونه بمونی و به پول بخور نمیر بسازی؟ ماشاءالله سر شکلت که خوبه، تو خونه واسه منم که میخونی صدای قشنگی داری. حیف نیست که آدم از این حسن خدا دادی استفاده نکنه. نه ملی جون، از من ساخته نیست تو کافه آواز بخونم. به من مربوط نیست، برای خودت میگم. خود خانم اومد، بهتره با خودش حرف بزنه. سلام خانم. سلام مریم جون، حالت خوبه؟ متشکرم خانم. ملیه باهات حرف زد؟ بله خانم، ولی من نمیدونم چی بگم. چرا عزیزم، خوانندگی که بد نیست. اینطوری که ملیه میگه تو صدای قشنگی داری، من به خواننده جدیدی که سر و شکلی هم داشته باشه احتیاج داری. دختر شانس اومده در خونه، چرا اونو رد میکنی؟ میدونم شما به من لطف داری، ولی میدونم چی فکر میکنی. هر زنی تو کافه کار میکنه که بد نیست. نجابت هر کسی دست خودشه. وانگهی خودم مثل شیر بالای سرتم، نمیذارم کسی نگاهی چپ بد بکنه. بسه دیگه مریم، تو هم خودت اینقدر لوس نکن. میگم چند دست لباس برات بدوزن، چند تا آهنگم برات بسازن. ملیه با توی که تو خونه حسابی رقص جادش بدی، خوب که یاد گرفت شروع میکنیم. ببین چی ازت بسازم. جنون محتضی گیسوی بیتابه موسیقی
پیش من رنگ محتاب، چشم از چشم شب میبری خواب، کجا پیدا میشه توی دنیا جواهر مثل من خوب و کمیاب. سر به نازه ای کلم چون پلای نابه، بید مجنون ماتزی گیسوی بیتابه. زده مستم درد نکنه دستم، خواست یه بوس از من چاکرتم هستم. فریده پیش من رنگ مهتاب، چشم از چشم شب میبره خواب، کجا پیدا میشه توی دنیا جواهر مثل من خوب و کمیاب. سر به نازه کلم چون تلای نافه، بید مجنون مرتضی گیسوی بیتابه. کلم چون تلای نابه، بید مجنون ماتزی گیسوی بیتابه. امکان نداره مریم بی خبر بذاره بره. چرا حقیقتو به من نمیگید؟ مریم کجا رفته؟ صد دفعه گفتیم وقتی تو رفتی اون یه مدت اینجا بود، بعدش هم بهانه گرفت و گذشت و رفت. ما خیلی سعی کردیم نگهش داریم ولی بی تاثیر بود. مثل اینکه این اواخر با کسی سر و سری به هم زده بود. من نمیتونم اینو باور کنم مادر. نمیدونین کجا رفت؟ اگه میدونستیم که بهت میگفتیم. بدون تردید رفتن مریم از این خونه بی علت نبوده. به هر ترتیبی شده باید پیداش کنم و حقیقت از زبون خودش بشنوم. چی فکر میکنی بهزاد خان؟ به هر کجا که عقلم میرسید سر زدم ولی پیداش نکردم. بابا علی لاغل تو راستشه به من بگو. والا چی بگم بهزاد خان؟ چی بگم؟ ازت خواهش میکنم بابا علی به من بگو چی به سر مریم اومده. بگو کجا میتونم پیداش کنم. شب کنین الان میم.
آخه چرا تو کافه کار میکنم؟ علت شو دیگه از خودش بپرسین. بسیار خوب، خیلی ازت ممنونم. غمم چاره نداره، ز چشما ستاره اگر دیدی میباره، غمم چاره نداره، دیشب چون بر کافه بوری گرم خرافه، منم کردی کلافه. خونه ام بی عشق تو ویرونه میشه، هر کی یار عشق بر کنه دیوونه میشه. غمم چاره نداره، به چشمان ستاره اگر دیدی میباره، غمم چاره نداره، دیشب چون بر کافه بودی گرم مرافه، منو کردی کلافه. نزن فتنه آغاز مکن، خونه ام بی عشق تو ویرونه میشه، هر کی یار عشق بر کنه دیوونه میشه. خونه ام بی عشق تو ویرونه میشه، هر کی یار عشق بر کنه دیوونه میشه. نرگم خانم یه توش بابا بابا هم داریم عشق بیشه ببینم بیشه آبگی کجا داری میری؟ جریان چیه؟ چرا از خونه اومدی بیرون؟ بهزاد خواهش میکنم برو، خواهش میکنم هیچی از من نپرس. نپرسم؟ این غیر ممکنه، باید حقیقتو بدونم. مریم حرف بزن، من دارم دیوونه میشم. زود باش بگو ببینم چی شده. تازه اگه حقیقتم بفهمی چه اثری داره. بهزاد برو به زندگیت برس، سعادت تو در اینه که گذشته رو به کلی فراموش کنی. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ ببین بهزاد، من دیگه مریم اون دختر ساده‌ای که تو میشناختی نیستم. پیچ و خم زندگی دست حوادث پای منو به اونجا کشید که دیدی این برای تو ننگ، آبروریزیه که با یه زن کافه‌ای حرف بزنی. ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم برو. ممکن نیست. باید به من بگید چه بلایی به سرت اومده؟ چطور شد که یه دفعه سر از کافه و اینجور جاها در آوردی؟ خیلی دلت میخواد بدونی؟ معلومه. بهت میگم، وقتی تو از ایران رفتی من خیلی تنها شدم، بعد پدرت گفت بر نمیگردی، ولی من حرفاشو باور نکردم. بازم منتظرت شدیم تا اینکه یه شب برادرت
وضع بدی که برای من پیش اومده بود. چطور میتونستم با تو روبرو بشم؟ این همه بی وجدانی در حق تو کردن؟ عیبی نداره. عیبی نداره؟ فکر میکنی به همین سادگی ولشون میکنم؟ اونا امشب به خاطر ورود من یه پارتی دادن. میدونم چی کارشون کنم. خودن پاشو با این دخترا برخص که جوون بشی. این مسخره بازی رو تمام کنید. کیه؟ چی شده؟ شما این جشن رو به چه مناسبت برپا کردین؟ به مناسبت ورود تو. ورود من؟ حتما منو خیلی دوست دارین، بله؟ معلومه، این چه سوالیه؟ دروغ میگین. شما اصلا معنی دوست داشتن رو نمیدونین. شما به جز خودتون کسی رو نمیبینین. آروم باش بهتا، فریاد نزن. آبرونم رفت. آبرون؟ متاسفانه شما به جز پول هیچی ندارین. به تو اجازه نمیدم با من و پدرت اینطوری حرف بزنی. اشکالی نداره، بی اجازه حرف میذارم. بگیم ببینم، شما شرف دارین، انسانیت سرتون میشه؟ چرا همه چی رو تو پول میبینین؟ چرا فکر میکنین خوشبختی رو فقط میشه با پول خرید؟ چطور دلتون اومد در حق یه دختر معصوم این همه ظلم بکنین؟ از کی صحبت میکنی؟ از کی؟ الان بهتون میگم. یه تو مریم قربانی خودتو نمیشناسین؟ بگین که هر چی میگه دروغه. شما که بلدین تهمت بزنین، حق و ناحق کنین، پس چرا معطلین؟ نامرد بست بی غیرت، برادر به دوست برادر شیاد نامرد بست بی غیرت، برادر به دوست برادر شیاد نامرد بست بی غیرت، نامرد بست بی غیرت. دوتو برادر انداختی به جون هم، از این خونه برو بیرون، برو بیرون. داد نزن مادر، اون از این خونه میره، حتما میره، ولی تنها نمیره. تنها نمیره؟ نه، چون منم باش میرم. این خونه با همه تجملاتش ارزونی شما، ارزونی شما و آقازاده ی باب. در این خونه برای همیشه به روی تو بسته میشه بهزاد. از ارثم محرومت میکنم. هر کاری که دلتون میخواد بکنید. بریم. اون سوی که اتومبیلم بده. بفرمایید، اینم سوی چه اتومبیلتون. با اون بلایی که سر تو آوردن باید تو روی اون آبایی میستدم. تو هم نراحت نباش، گذشته ها مهم نیست، باید به فکر آینده باشیم. هرچی که تو بگی. باید در وهله اول فکری کاری باشم. دوست داشتن زیاد دارم، فردا میرم پیششون. بالاخره هر طوری شده یه کاری بر خودم پیدا میکنم. امیدوارم. بله؟ من ناصر هستم، پیغامتون رسید. سلام. اگه بهزاد خان برای کار اومدن ردشون میکنیم برن. بله، بهش کار ندین. اطاعت میکنم. متشکرم. خواهش میکنم. خداحافظ.
کار برای مرد آر نیست. وقتی قرار بشه آدم با عرق جبین نون در بیاره و شرافت مندانه زندگی کنه که دیگه احتیاجی به ثروت پدر نداره. آدم باید وایسته و مرد و مردونه مبارزه کنه. زندگی همینه دیگه. من مطمئنم که من و تو خوشبخت‌ترین آدمای دنیا میشیم. حتی اگه راننده تاکسی هم بشی دوستت دارم. فرای شمالی جانم، فرای شمالی. سلام عرض کردم آبجی جان، خسته نباشی به خدا. سلامت باشی آقا رحیم. عادی چی بودی؟ مثل اینکه خیلی خرید کردی. والا پاکتو چیه؟ یه مقداری خرید کردم، الان عرض میکنم تو اینا چیه. پاکت شماره یکم رو عرض میفرمایید خاک زغاله. پاکت شماره دوم قره قروت. پاکت شماره سوم هم کاگیل است. کاگیل؟ بله. کاگیل واسه چی؟ برای بند منزل ده قربان. آخه طرف دو هفته است بیار کرده، دستور داده براش خاک زغال و قره قروت و کاگیل بخره. به نظرم خانه خراب میخواد تو شکمش مغازه عطاری باز بکنه. مریم خانم جان، دیشب نصف شب به من میگید که من شفتالو خیار چنبل میخوام. شما به من بگو من نصف شب شفتالو خیار چنبل از کجا گیر بیار؟ ای بی نداره، عوضش همین روزا پدر میشه و خدا یه پسر کاکلزری بهت میده. این بچه ای رگ بندی میبینم وقتی بزرگ بشه ده یا زغال فروشی یا پنبزه. خب باجز جناب علی نمیفرمایید؟ نه متشکرم. مرمت علی زیاد. راستی ببینم آقا بهزاد کجاست؟ هنوز نیامده؟ نه حالا دیگه باید پیداش بشه. خب دنده عوض میکنه ده باید دیگه نبالی مرم زیاد. سلام، خسته نباشید. ممنونم. صبر کن دستم آب بکشه. خیلی خوب، بیا بگیرش. بدش من. تو هم زود دست و صورتتو بشور، بیا که نهار حاضره. تو برو من اومده. پدرتو در میارم. آی مامان جی عدی. آی آرام میگیرم. پایتو دارم کرسیم. خدا گوش بیا و وای وای آقا زن، خدا زلیلت بکنه. من نمیدانم با کدام سازی تو برقصم. تو هر چی خواستی من برای تو خریدم. حالا برف شیر از کجا گیر بره؟ مگه نمیدونم خودم برف شیر درست بکنم؟ مگه تو نمیفهمی من ویار دارم، باید برام برف شیر پیدا کنی و الا بچه‌م میافته. من اگه میدانستم بچه دار شدم برف شیر لازم دارم، من غلط میکردم اصلا بچه دار باشم. خب خب زیادی حرف نمیزنم. ای بزرگ خان سلام عرض میکنم، خسته نباش. سلام آقا رحیم، چه خبر شده؟ چی میخواستی باشه؟ مگه نمیبینی زنانه ای بنده حواس برف شیره کرده است؟ از کجا بیارم؟ خب باتش تهیه کن. از کجا پیدا بکنم؟ من تمام این شهر زیر رو کردم، بی صاحب اصلا پیدا نمیشد. قربان تو برم، آخه صاحب مرد الان فصلش نیست. خودمانی ما زن گرفتنم مکافات داره. حیف نیست آدم آزادیش از دست بده برای زن بگیرد؟ اتفاقا برعکس، تشکیل عائله خیلی مهمه. من زنم از تخم چشمان بیشتر دوست دارم. برای زن جناب علی نادره، زن من قاطره. توی زر تا زن یه زن مثل زن جناب علی پیدا میشد. همه زن اگه مثل زن بنده دراکولا و فاطمه چی؟ خدا شنیدم چی؟ با مرگ تو داشتم میگفتم خودم از زن نیست، فرشته است. برو ساقه به زن جن. نه خودم از شنیدم چی گفت، الان بهت حالی بهزاد نهار سرد شد، مگه نمیخوای بری سر کارت؟ میدونی داشکلو، تو که منه میشناسی، من تا حالا آزار عذیتم به یه مورچم نرسیده، اما این دفعه میخوام تو نمیری حساب این کلبولو برستم. میدونی چیکار کرده؟ دی بگو چیکار کرده؟ دی ناکس بگو چیکار کرده؟ میتونی منو بره بر نگانه کن؟ چیکار کرده؟ ناکس نالوتی رفته واسه رجبی شریک جرم پیدا کرده. آخه یکی نیست بهش بگه این همو عبدالله بود که صندوق صندوق گوجه فرنگی میداد دم خونه واسه ننت. یادش رفته پارسال که شیش ماه غیر قانونی بهش خورده بود، چجوری همین عبدالله رفت خونه ننه هر نصد گرد و از زندون کشیدش بیرون. تو نمیری با زنگوله نامردی به کلاش آویزون بکنن که از اون دور که میاد همه بشناسنش. این از این. حالا بیا هم مولوکی بشنو. مولوکی رو که میشناسی؟ مولوکی؟ آره. کدوم مولوکی؟ بابا
همون ملوکی که یه وقتی با آقا فتی بود دیگه. کدوم فتی؟ فتولله داشه رمزون خنگه، همون که به سخاله یه کدوم رمزون؟ حسن رمزون برفی که زیر بازار چه کله پزی داره؟ کدوم کله پزی؟ بابا چقدر خنگی، همون کله پزی که بغل دکون نونوایی خلیفه شعبونه دیگه. خلیفه شعبون؟ آره دیگه رفیق، همون شتر اسکر که تو محل خودمونه خارزده کاکا رستم. کدوم کاکا رستم؟ بابا کردار تو شد که نفس من از قفس در آوردی تو. اگه ملوکی خودمونو میگی که اونو میشناسم. میشناسی؟ پس چرا از همون اول نگفتی نه که؟ بابا مگه چی شده؟ هیچی بابا، رفته زن داعش ما شده. حالا هر کی به ما میرسه چهار تا کلوف بارمون میکنه، ما هم عین او از بحث داره، ناچاریم در چشامونو بگیریم و سرمون از خجالت تو نمیره بندازیم پایین. نه بابا جون من راست میگی. من ببینم حالا میخوای چی کار بکنه؟ میخوام چی کار کنم؟ به مرگ ننم، همین شب یه به علاوه دو تا زبدت تو صورتش نقاشی میکنم. حالا میگی نمیبینی؟ به من میگم میتی دلخور، به قول شاعر که میگه برای تو که درک تو ستمگر کردم، هی فضل اون که در پای تو من سر کردم. داشت گلوم بیه بدنیم به چاک گندش رو دره وردیم زرنگی نو اتاش فراره بیو. گریه کردن که فایده ای نداره، باید راچاشو پیدا کرد که بهزاد خان آزاد بشه. دیگه کاری از دست من ساخته نیست، هرچه جلوی شاکی گریه ازاری کردم فایده ای نداشت. میدونی مهری خانم، اونام تقصیر نداره، جگر گوششون ناقص شده. ولی کار نشد نداره، هیچ گره ای نیست که با پول باز نشه. از کجا؟ من که آه در بساط ندارم، نه پول دارم نه پارتی. ببینم، تو که میگفتی پدر مادر بهزاد خان سرشون به تنشون میارزه، چرا پیش اونا نمیری؟ خوبه بری دست به دومن اونا بشی، بالاخره اونم پدره، بعد اولادشه که نمیخواد، هر طور شده کارشو درست میکنه. میدونی؟ برو خدا رو شکر کن که پسره از بین نرفتی، والا مدت ها باید تو زندون میمونی. ایشالله شاکی رضایت میده و همین روزا آزاد میشی و بعد میگردی سر خود. من پسری به این اسم ندارم، از اینجا برو بیرون. بهزاد امروز به محبت شما احتیاج داره، کمکش کنی، ازتون خواهش میکنم کمکش کنی. برو از اینجا، همه ی عمر کنیزتونو میکنم، دستتونو میبوسم، پاتونو میبوسم، به خاطر رضای خدا بهزاد نجات بدی. بهزاد دیگه پسر من نیست، نمیخوام اسم اونو بشنوم. برو بیرون. تو اونو از دست ما گرفتی؟ من؟ بله تو؟ دیگه چی از جونمون میخوای؟ برو از اینجا، بیشتر از این مزاحم ما نشو. من بهزاد از شما میخوام، از شما میخوام. این که پیش تو بود، میخواستی عرضه داشته باشی و نگرش داری. گفتی بهزاد رو حبس کردن؟ آره. تو حاضر یه معامله بکنی؟ معامله؟ منظورم اینه که بهزاد رو به ما بفروشی. بفروشم؟ آره. ببینم شما به حسادو چند حاضرین بخواهیم؟ به هر مبلغی که تو فروشنده باشی من حاضرم. بیا تا 1,000,000 تومان میتونی توش بنویسی. باشه، فروختم.
بهزاد مال شما. ولی باید قول بده که دیگه کاری به کار بهزاد نداشته باشی. در غیر این صورت اون تو زندون میمونه. قول بده. کاری به کارش نداشته باشه. باید کاری بکنی که ازت سر بخوره. چشم. این کارم میکنه. همیشه به تو میگفتم اون لیاقت تو رو نداره. این تو بودی که قبول نمیکردی بهزاد. پدر که بد پسرشو نمیخواد. با اینکه تو اون شب جلوی مهمونان ناراحتم کردی، ولی من تو رو بخشیدم. امشب هم بهت ثابت میکنم اون چه میگفتم به خیر و صلاح تو بود و اشتباه نمیکردم. بیا ببرمت پیش مریم. بیا پسرم. کشتیات غرق شده اینطور ماتم درستی هم؟ بلنشو بریم سر میز از خراب. نه نه تو بریم سر میز کسی نمیره. خیلی Thank you.
کمر زیر قره غره تمیز بیکنش برای باور داره واسه اسمال یکتی که میگه واسه چت میخوام امشب آقا جون بر بدن نخت و قطی واسه اسمال یکتی که میگه واسه چت میخوام امشب آقا جون بر بدن نخت و قطی سلامتی جان بس سلامتی نوش آقا بس آقا کی باشه و بر رسیدم نه فهمیدم چه چه شما دخالت نکنی بشینی بشینی من پیش شما جام نمی کنم سلامتی سلامتی برم اون دایی که درد و غم نباشه ببینم کی از زندون در اومدی؟ نکنه مخشودگی بهت خورده ها؟ کی به تو گفت بیا اینجا؟ کی به تو گفت مشروب بخوری؟ ببینم بچه ها مگه من باز از این آخ پسر اجزه میگرفتم مشروب بخورده نمیدونم شایا پاشو بریم بریم؟ کجا بریم؟ تازه اول شبه اول عشقه تم بیه یه گلاس بزن روشن بشی روشن بریم خونه وقتون باز سخت نگی کدوم خونه تو اسم اون اتاق خرابه رو میذاری خونه بار با دل خوشی داری اتفاقا تو از من باز خودم دارم سر و سامونی پیدا میکنم تو اسم این وضع میذاری سر و سامون زود باش را بیفت و الا به زور میبرمت نه با اسم آقا به این آخ پسر چی داره میگه میخواد زورشو به من نشون بده ببین جو جان تو هم مثل همچه سلاخ سلاخ نکردم اینجا برو تو دیگه خفه شو نه فهمیدم با ما بود شما بشینی بچه خودم ترتیبشو میدم بینا اصلا تو چی اکیلی من میخوام درسته که یه وقتی من تو رو میخواستم ولی خیال نکن خاطر خواد بودم آ من فقط پولای بابا جونت رو میخواستم الان که دیگه بابات بیرونت کرد و آه در بسات نری اصلا میدونی چیه؟ تو تمام برای بچه هایی که تو این کافه هستین باس من یکسونی هر کی پول بیشتر اخ کنه ما مخلصشیم حالا اگه پول داری بفرما و الا را رو باز کن از باد بیار تاب کنی ما با هم معامله کردیم قرار شد تو پسر منو به هم برگردونی منم به تو پول بدم ولی من به این پولا احتیاجی ندارم درسته که من عشقم زندگیمو فدای غرور و خودخواهی شما کردم ولی اینو بدونیم امکان نداره احساسمو با این چیزای پیش پا افتاده عوض بکنم پیش یه قسمت از ماشینای کارخونه از کار افتاده من دستور دادم که هیچ کس بهش دست نزنه برای اینکه فقط کار توه بلند شو برو ببین چی شده خدا
خدا شاهد هر دنده از این موشی شکرسه باشه دنده های ستون فقیر فقراتتون میشکنم. بهزاد خان داره میاد، این روزا هم که نمیشه باش حرف زد. وای 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 وای، سیگرماش هم تو همه. سلام. چی شده؟ کی سر ماشین بود؟ والا من رفته بودم اون گوشه، دست چپ در اول یه خاکی به سر خودم بریزم، وقتی برگشتم دیدم حسین داره یکی تو سر خودش میزنه، یکی تو سر ماشین. گفتم آقا خون خراب، چرا تو سر ماشین میزنی؟ همون تو سر خودت بزنی کافیه. اینقدر خزن چشم بیا کتب گیری آچارم بیار. بفرمین قربان. این نه، بزرگتر. بزرگتر؟ این بزرگتر کجا گذاشته بودم؟ آه، تو صندوقونه عقبه. مطلب کن بفرمین قربان، اینم یه آچار ماکسی. کجا بودی سهرا؟ چند روزه نه منزل میای نه کارخونه. دو سه روز با دوستم رفته بودم مسافرت. همش گردش، همش مسافرت، همش تفریح. آخه پس کی باید چرخ اینجا رو بگردونه؟ شما که هستین؟ وانگهی تا جناب مهندس بعد از این است، ما دیگه چی کاریم؟ چی؟ مهندس بعد از این دیگه کیه؟ بهزاد خان، برادر بزرگوارم رو میگم. فعلا که اون همه کار است و همه این کار زیر نظر اونه. آخه تو لیاقت نداری. از وقتی که خودتو شناختی همش دنبال خوشگذرونی و عیش و عشرت بودی. وگرنه مگه من کم بهت توجه کردم، کم بهت پول دادم؟ هر چی خواستی در اختیارت بوده. دستی شما درد نکنه. از لطفتون ممنونیم. راستی حالا اگه ما یه خورده پول بخوایم، باید به شما بگم یا بابای مهنده؟ پول؟ بازم پول؟ دیگه برای چی میخوای؟ خب، لابد لازم دارم که اومدم از شما بگیرم دیگه. فعلا تا روشن نشدن حسابام نمیتونم حتی یک شی پول به کسی بدم، فهمیدی؟ چی؟ کسی کیه؟ من با بقیه فرق دارم. هیچ فرقی نداری، تازه اگرم بتونم بدم، به تو نمیدم. پس یه خبرهای تو زندگی اون هست که ما نمیدونستیم. میخوای بدون، میخوای ندون، گفتم که از پول هیچ خبری نیست. همین. بسیار خب. ما میریم فراهم میکنیم. از کجا؟ بعدا خبرش بهتون میرسه. آریم، بفهم نگرم. این... خنگه از من یاد بگیم. تبریک میگم. مبارک باشه. چی شد؟ ببینم شما فهمیدین چی شد یا نه؟ به به، آقا داداش، حال مالت چطوره؟ نبینم به خاطر یه دختر ولگرد به این قیافه افتاده باشی. خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. سعی کن که دیگه هیچ وقت سر راه من قرار نگیری. اگه یک دفعه دیگه تو زندگی من دخالت کردی دندوناتو خرد میکنم. ای والا بابا، حالا دیگه واسه یه دختر هرزه کافه با داداشت هم سرشاخت میشی؟ اونم هزار تا سرگرمی داره و به ریشت هم میخنده. چطور یه مدتی دستت انداخته بود؟ دلم برات میسوزه. اون دهن کثیفتو ببند. من واسه خودت میگم، مثل من باش. به هر چمن که رسیدیم گلی به چین و برو. میکشمت. خیال کردی این آسیم نمیتونی از چنگم در ری؟ میکشمت. میکشمت نامرد. همون جواهرات خانوادگیشونو؟ آره آره مریم جون، همونا رو. معمولی میگن دوز باید خونگی باشه. بابا علی، حالا بهزاد کجاست؟ چی کار میکنی؟
چی بگم مریم جون؟ اون طفلک هنوزم به فکر توه، از ناراحتی به مشروب پناه برده. ببینم بابا علی، اون که خبر نداره من میام احوالشو از تو میپرسم. بهم گفته بودی که چیزی بهش نگم. به خدا هر وقت که تو رو میبینم آخ که اصلا نمیدونم چرا تمام بدبختی های دنیا رو واسه تو یکی جمع کردم. با سرنوشت که نمیشه جنگید، قسمت منم تو زندگی این بود. آره همینقدر که بدونم اون حالش خوبه برای من کافی. خب بابا علی من دیگه باید برم، اگه خبری شد محل کار منو که میدونی تو همون خیاط خودت. خدافظ. به سلامت دخترم، به امید خدا انشالله همین روزا کارا رو به راه میشه. بهزاد، بهتره حقیقتو همونطوری که اتفاق افتاده بگید، این به نفع شماست. آقای بازپرس، من تمام جریانو برای شما گفتم. درسته که ما با هم اختلاف داشتیم، ولی این دلیل نمیشه که من بتونم برادرمو بکشم. هرچی باشه اون برادر من بود و من بی نهایت از این بابت متاثرم. ولی تمام دلایل نشون میده که شما مجرم هستید. نه، همونطوری که گفتم بیگناهم، باور کنین بیگناهم. امیدواریم که اینطور باشه. دیگه حرفی ندارید که اضافه کنیم؟ نه. بسیار خوب، لطفاً اینجا رو امضا بفرمایید. قربان، این آقا رو ببرید. اطاعت میشه. خدافظ. خدافظ شما. والا من در این مدت کوتاه خیلی سعی کردم که مدارکی دال بر بیگناهی بهزاد پیدا کنم، ولی متاسفانه دادستان مدارک زیادی علیه بهزاد خان جمع‌آوری کرده. آقای وکیل، من مطمئنم که بهزاد هرگز چنین کاری رو نکرده. خود منم مطمئنم، ولی میدونین برای رفع اتهام باید در دادگاه مدارک محکمه پسند ارائه داد. ببینین، دستگیری بهزاد در هنگام قتل بالای سر مقتول و کلمه میکشمت که پس از دعوا بهزاد به برادر مقتول خودش میگه. چند نفر از کارگرام این مطلب رو تایید کردند. از طرفی اختلافی که در خانواده شما بین دو برادر پیدا شده بود میتونه انگیزه قتل باشه. همه و همه تمام اینا مدارکیه که دادستان روش تکیه میکنه. آقای وکیل، من نجات تنها فرزندم رو از شما میخوام. شما باید در دادگاه به هیئت قضات ثابت کنین که این جنایت به دست بهزاد صورت نگرفته. منم در صدد جمع‌آوری دلایلی هستم که به دادگاه ارائه بدم. تنها یک مدرک، ولو که کوچکم باشه، کافیه که من به اون استناد کنم. آقای وکیل، تمام امیدم الان به شماست. اگر بهزاد تو این جریان محکوم بشه، من دیگه هیچ کسو ندارم. مطمئن باشین که من سعی خودمو میکنم و امیدوارم به زودی هم موفق بشم. پس مرتبا با من در تماس باشین و منو کاملا در جریان قرار بدین. حتما آقای شکو، حتما. خب خدافظ. من بیگناهم، من برادرمو نکشتم. من هیچ کدوم از دلایل آقای دادستان قبول ندارم. این پرونده که تشکیل شده دور از انصافه. آخه چه جوری بگم؟ بیگناهم، بیگناهم. ساکت، نظم دادگاه رو رعایت کنید. ادامه بدید. بله آقای رئیس، متهم حاضر با نهایت شقاوت و بدتینتی برادر معصوم و بیگناه خود را در عنفوان جوانی به قتل رسانده و خانواده ای را پریشان حال کرده است. آقای رئیس، به خاطر حفظ بقای جامعه
علت تکمیل نبودن پرونده تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. مریم، لباس خانم فیروزه رو بردار ببر اتاق پرو. چشم کنیم. سلام فیروزه. سلام مریم، حالی چطوره؟ بفرمین بپوشی. امیدوارم دیگه ایرادی نداشته باشه. حتما خوب شده. خودم عیبشو رفع کردم. فیروزه خانم، اجازه بدین زیپتون رو براتون ببندم. ببندش. خوب شدی، خیلی هم خوب شدی. امشب به یه مهمونی خیلی مجلل دعوت دارم. میخوام هیچ کم و کسری نداشته باشم و گل سرسبد اون مهمونی بشم. راستی تو کیفم یه گردن بند هست بدی. وای، میخوام امشب بدرخشم و چشما رو خیره کنم. مریم جون، نظر تو چیه؟ گردن بندم به این لباس میاد؟ چطوره؟ خوبه؟ ببینم چرا ماتت برده؟ به نظر تو لباسم قشنگ؟ چرا؟ البته که قشنگه. چه گردن بند قشنگی؟ اینو از کجا خریدی؟ این مال مامیه. خیلی قشنگه. به لباستون هم مرسی. این گردن بند مادر بیهزادی پیش فیروزه چی کار میکنی؟ یعنی ممکنه ارتباطی با قتل سهراب داشته باشه؟ اگه بفهمم فیروزه اونو از کجا ورده شاید بتونم بیهزاد رو نجات بدم. باید اونو تعقیب کنم و خونش رو یاد بگیرم. بپیچ، میبرم. راضی هستین فیروزه خانم؟ بله، میبرم. مریم، لباس خانم رو بپیچ. چشم خانم. فیروزه خانم، کم پیدایی؟ وای، خیلی گرفتارم. راستی اون لباس آبیارم زودتر حاضر کنین چون برای شب جمعه میخوام. حتما میگم حاضرش کنم. خواهش میکنم فیروزه خانم. خدافظ. تو چرا بیکار نشستی؟ زود این پارچه رو ببن. متشکرم، مرسی. خدافظ. خدافظ. شما می توانید آخرین دفاع خودتان را در مورد موکلتان. آقای رئیس دادگاه، دلایلی که در کیفرخواست ذکر شده است هیچ کدام نمی تواند در مجرمیت موکل من موثر باشد، زیرا حضور موکل بر سر جنازه برادرش نمی تواند دلیل بر ارتکاب قتل به وسیله نام برده باشد. چنانچه از گزارش مامورین انتظامی برمی آید بهزاد را در کنار جسد سهراب دیدند، اما در حالی که برادر مقتولش را در آغوش کشیده و با نهایت تأثیر بر سوی برادر می گریسته. اگر موکل من قاتل بود، بعد از ارتکاب جنایت محل را ترک می کرد و بایستی مامورین انتظامی او را در حال فرار دستگیر می کردند. از طرفی وقتی می گویند او را بلا فاصله بعد از ارتکاب قتل دستگیر کرده اند، پس آلت قتاله چه شده؟ در این مورد مامورین انتظامی نیز این مطلب را که آلت قتاله نزد متهم
و نه در حول و حوش جنازه به دست نیامده است تایید کردند. گواهان ناظر نیز هیچ کدام اعلام نکردند که هنگام قتل حضور داشتند، بلکه فقط شهادت دادند که موکل مرا در کنار جنازه برادرش دیدند، که خود ما هم آن را تایید میکنیم و احتیاجی به شهادت شهود نیست. بنده هرچی در پرونده کاوش کردم، چیزی که دال بر محکومیت موکلم باشد ندیدم. تقاضای بنده از محضر دادگاه این است که با وضع فعلی پرونده قاتل. آقای وکیل مدافع، شما می توانید آخرین دفاع خودتان را در مورد موکلتان ایراد. بنده هرچی در پرونده کاوش کردم، چیزی که دال بر محکومیت موکلم باشد ندیدم. تقاضای بنده از محضر دادگاه این است که با وضع فعلی پرونده قاتل قاعدتاً شخص دیگری باید باشد که متاسفانه هویت او هنوز بر ما روشن نیست. بیشتر از این وقت دادگاه را نمیگیرم، ولی با توجه به عرایض فوق استدعای صدور رأی براءت موکل خود را از پیشگاه محترم دادگاه می نمایم. دادگاه برای صدور حکم نهایی وارد شور می شود. اعضای محترم دادگاه وارد شدند. حکم دادگاه رو قرائت کنید. حکم دادگاه صادر و به شرح زیر اعلام می شود. 1. تهدید متهم برادرش را چند روز قبل از وقوع جنایت. 2. دستگیری متهم بر سر جنازه مقتول. 3. گزارش مأمورین انتظامی. 4. اظهارات گواهان در بازپرسی. 5. با توجه به سایر اوضاع و احوال پرونده و مدارک موجود، متهم بهزاد فرزند اکبر شهرت شکوه الملک طبق ماده 170 قانون مجازات عمومی به کیفر اعدام محکوم می شود. اجازه بفرمایید خودمو به محضر دادگاه معرفی کنم. من سروان شجاعی، افسر اداره آگاهی هستم. در آخرین لحظه شواهدی به دست آمده که این خانم میتونه حقایقی رو که مربوط به این دادرسیه به عرض محترم دادگاه برسونه. بگید ببینم این خانم چه نسبتی با مجرم دارن؟ آقای رئیس دادگاه، من هیچ نسبتی با مجرم این پرونده ندارم، ولی با مقتول سابقه آشنایی داشتم. شاید اظهاراتم برای اطلاع شما مفید واقع بشه. بسیار خوب. قسم بخورید که حقیقت رو بگید و جز حقیقت هیچی نگید. قسم میخورم. در جایگاه شهود بایستید و هرچه در مورد این دادرسی میدونید بیان کنید. آقای رئیس، من مدت هاست با مردی به اسم چنگیز زندگی میکنم. اوائل بهش علاقه داشتم، ولی متاسفانه اون مرد رفته رفته از وجود من در راه های ناشایستی سوء استفاده میکرد. به همین منظور منو با مردای متمول و ثروتمند آشنا می کرد تا
بتونه در ازای من پولی از اونا در بیاره و به همین شکل روزی منو با مردی به اسم سهراب آشنا کرد. به توصیه و تشویق چنگیز من سعی کردم اعتماد و علاقه بیش از حد سهرابو به خودم جلب کنم، تا اینکه یک شب سهراب به دیدنم اومد. اون شب سهراب خیلی خوشحال و سرحال به نظر می‌رسید. منم از دیدنش خوشحال شدم، چون هر دفعه که سهراب به دیدنم میومد هدایای گرون قیمتی برام میآورد. و اون شبم دیدم یک کیف دستشه. سهراب به من گفت یه چیزی با خودش آورده. من فکر کردم که مال منه، ولی سهراب اول چیزی به من نگفت. پا شدم رفتم کیف رو برداشتم. کیف سنگین تر از اونی بود که فکر میکردم. من مطمئن بودم چیزی گرون قیمتی تو کیفه. سهراب گفت چیزی تو کیفه که اصلا فکرشم نمیتونی بکنی، و همین حرف کنجکاوی منو تحریک کرد. بازم از سهراب پرسیدم چیه؟ خندید و گفت چیزی که تمام آرزوهای منو برآورده میکنه. یه جعبه تو کیف بود که معمولا توش جواهر میذارن. درشو باز کردم و دیدم جواهرات پر ارزشی توشه. از سهراب تشکر کردم، ولی اون گفت جواهراتو برای من نیاورده، ولی چون به من خیلی اعتماد داره میخواد یه مدت اینا رو پیش من امانت بذاره و از من خواست جواهراتو در جای امنی مخفی کنم. منم بهش قول دادم، ولی بعد از رفتن سهراب متاسفانه فراموش کردم جواهراتو در جای امنی بذارم تا از چشمای حریص چنگیز دور باشه. ناراحتی؟ باخت دیشبو فراموش نکردی؟ راستش بیشتر از این نمیتونم بهت پول بدم. تو دروغ میگی، هرزه پست. باز تو شروع کردی؟ بهت گفتم که به من نگو هرزه. هر چقدرم هرزه باشم بیشتر از تو نیستم. جهان تو فقط میتونی در زن بلند کنی، اما وقتی به جای سخت میرسی فرار میکنی. تو پستی، پست خیال میکنی کی هستی؟ سربار من! عصبانی شد. دیگه نباید دست تو روی من بلند. تقصیر من که نه. میدونی تو اول شروع کردی. این جواهرات مال کیه؟ مال سهرابه، پیش من امانت گذاشت. خوبه، فکرشو بکن عزیزم، حالا دیگه مال ماست. مقصودت چیه؟ چی کار میخوای بکنی؟ هیچ، هیچ کاری نمیخوام بکنم عزیزم. میبینی که پیش تو مباده به اون صدمه برسونی. من فقط فکر این جواهرات داره منو دیوونه میکنه. آقای رئیس، این بود تمام ماجرایی که من از مقتول میدونستم. قسم میخورم که در قتل سهراب ابدا دخالتی نداشتم. بسیار خوب، به علت مشکوک بودن پرونده دادگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
نصف نصف. شما چی هستید؟ یه شریک جدید. متشکرم. همش اعلام. چی از این بهتر؟ خب فرق بده. رست، من نیستم. بله، نیستم. بفرمایید. دوتا. یکی. من دارم تا این تمومه. چه بهتر که تمومه. ما که تو این بازی یه دفعه اینم پولای شما. فقط پولای خودم. آخه شما کی هستی؟ یه زن. تو مرد خوش قیافه‌ای هستی. خب امشب برنامه چیه؟ من آزادم، اگه موافق باشی میتونیم بریم یه جایی برقصیم، یه جایی خلوت و دنج. میاد؟ آره. خیلی معذرت میخوام. ها؟ اسم من چنگیزه. ممکنه بفرمایین افتخار آشنایی با کدوم خانم زیبا رویی رو دارم؟ البته. اسم من سیسیه، یعنی سکینه. خیلی خوشبختم. میدونین چجوری بگم؟ از دیدن شما دست و پای خانم رو گم کردم. باور کنید. بله خانم. پس شما باید مرد سست عنصری باشین. نه همیشه. این زیبایی شماست که منم وسوسه کرده. اجازه بدین یه ساعتی در خدمتتون باشم. خب بفرمایید سوار شین. باور کنین دست خودم نیست. بدجوری گرفتار شما شدم. به همین زودی؟ خب حالا باید چیکار کنیم؟ من در اختیارتون هستم. چطوری بریم به یک کاباره یا دیسکوتک یا هر جا که شما دلتون بخواد. ببینین، درسته که من زن بیوه و ثروتمندی هستم، ولی اونقدر آزادی ندارم که در محافل عمومی ظاهر بشم، اونم با یه غریبه. حق با شماست. چطوری بریم منزل من؟ بادم نمیاد، باز اونجا محفوظ تره. بسته دیگه، خیلی خوردم، سرم داره گیج میره. این گیلاس آخره. به سلامتی. به سلامتی. میتونم یه سوالی ازت بکنم؟ خواهش میکنم. چرا سهراب رو کشت؟ تو کی هستی؟ یه زن، یه آدم تاجر. چه میخوای؟ خب معلوم. چقدر میخوای؟ هرچی بیشتر بهتر. تو از کجا این موضوع رو فهمیدی؟ شغل من اینه، اینجور مسائل رو تعقیب میکنم، مدرک به دست میارم و زندگی میکنم. ولی این دفعه بچه هایی پاتو گذاشتی، چون زنده از اینجا خارج نمیشه. میفهمی؟ چرا چون بخوری این زنو میکشم. شما حرف با این مواطب باشی، منم میرم بالا. Thank you.
ببینم تو سهراب کشتی؟ جواب بده. من سهراب کشتم. خوشحالیم که بیگناهی شما ثابت شد. خیلی متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید. از شما بیاندازه ممنونم. خواهش میکنم. این وظیفه ماست که مجرمین اصلی رو شناخت و به دست قانون بسپاریم. خوشحالم که آزاد شدیم. خیلی متشکرم. اما این وسط شما باید از یک نفر دیگه ممنون باشیم که با از خود گذشتگی خودشو در اختیار ما گذاشت تا به وسیله اون بتونیم قاتل اصلی رو به دام بندازیم. این شخص کیه؟ مریم؟ مریم منو ببخشیم.